اگرچه زاده تهران است، اما میگوید ساکن جهان است و صحنه تئاتر و سینما خانه اش. بازیگری را در 16 سالگی از یوسف آباد تهران شروع کرد و با کارگردانان صاحب نام کار کرد. او بعدا میخواست خبرنگار و فعال حقوق زنان شود. در انگلستان درس روابط بین الملل خواند، ولی امروز در هالیوود برایش فرش قرمز پهن می‌کنند. در صحنه تئاتر تماشاگر را ساعت‌ها می‌خنداند، ولی با نشان دادن تلخی سنگسار بر پرده سینما اشک او را هم در می‌آورد. دستبند سبزش نشان اعتراض به حکومت ایران است، ولی تا چه حد هنرش بازتاب فکر معترض اوست؟ خانم شوری آداشلو، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. خیلی ممنون از لطف شما، ممنون از دعوت شما و بی بی سی. خانم آداشلو، از بازیگری و درخشش در فیلم هایی مثل گزارش و سوت دلان رسیدید به نقش هایی که بیشتر مسائل حاشیه‌ای جوامع غربی یا زندگی مهاجران رو ترسیم میکنه در غرب. راضی هستید که در غرب دارید کار میکنید؟ در هر کجا که کار بکنم، اگر کاری باشه که معنی داشته باشه، اگر کاری باشه که به نحوی از آنها در خدمت جامعه باشه، واقعا برام فرقی نمیکنه. من از روزی که ایران رو ترک کردم، همه هدفم این بود که بتونم به نحوی از آنها کمک بکنم به کسانی که در درون مملکت نیاز به کمک دارن. بسیار خوب. حالا شما فکر میکنید به اون چیزی که میخواستید رسیدید؟ انسان هیچ وقت فکر نمی‌کنه به اون چیزی که می‌خواسته رسیده. هنوز کار داره، هنوز چند تا موضوع دیگه هست که خیلی دلم می‌خواد پیش از اینکه بمیرم کارشون بکنم، ولی تا حدودی بله به اون چیزی که می‌خواستم رسیدم. شما برای فیلم خانه صدام جایزه پر اعتبار امی رو گرفتید و همینطور نامزد اسکار شدید برای فیلم خانه‌ای بر شنامه. چقدر وقتی که 18 سالتون بود و کار بازیگری رو شروع کردید فکر میکردید یه روزی به این درجه برسید و این جوایز رو، جوایز بسیار معتبر جهانی هستن بگید؟ والا اصلا فکرش رو نمیکردم. الان هم وقتی شاگردان میان توی کلاس، گاهی اوقات درس تئاتر میدم در دانشگاه ها، به شاگردان اولین چیزی که میگم اگه اینجا هستین برای ثروت و شهرت، کلاس اشتباهی اومدین. اگه اومدین بازیگری یاد بگیرین، من میتونم یه چیزایی بهتون یاد بدم. چون خودم اینجوری شروع نکردم، خودم با عشق بازیگری شروع کردم، فکرشو نکرده بودم. ولی خب هر دفعه اتفاق میفته، مثل یک شاگرد سایی که صد آفرین میگیره، خیلی خوشحال میشم و بالا پایین پرم. ما بازیگران مثل بچه ها میمونیم آقایون، اگر به ما محبت بکنن، مثل اینکه صد آفرین بهمون دادن، خوشحال میشیم. بچه درون ما رو خوشحال کردن و سرحال آوردن بیشتر کار میکنه. تنبیه همونم بکنن، به همون نسبت ناراحت میشیم. شما زمانی که در لندن بودید و میرفتید و در نشنال تیاتر یا تئاتر ملی بریتانیا اونجا نگاه میکردید، یه جایی گفتید البته که وقتی که بن کینگزلی رو روی صحنه میدیدید همیشه گریه میکردید و به خودتون میگفتید اگه یه روزی من بتونم با این شخص بازی کنم، خودم هنرپیشه واقعی میدونم. شما همه چی میدونید؟ الان خودتون واقعا هنرپیشه واقعی میدونید؟ الان هنوزم نه، چون بالاخره این آرزوتون برآورده شد. هنرپیشه که مثل جادوگری میمونه، هرچه بیشتر یاد میگیرین بیشتر احساس میکنین کمتر بلدین. مثل یک اقیانوس میمونه، مثل یک تاریخدان میمونه. مثلا شما تصور کنین که تاریخ انگلیس و آمریکا و فرانسه رو همه رو از بحرین، باز دوباره چند جایی دیگه مونده. واسه همین هم بازیگری هم همین جوریه. هیچ وقت آدم نمیتونه بگه که استاد شده. مثلا من سر ایانو که نگاه میکنم احساس میکنم میگم he's the sorcerer، کسی که تمام این تریک های بازیگری توی دستشه و با نخ اینا رو بالا پایین میکنه. جادوگر بازیگریه. کار با بن کینگزلی چطور بود؟ فوق العاده بود. از چه نظر براتون جالب بود؟ صرف نظر از اینکه آدم بسیار مهمی بود، جایزه اسکار گرفت برای فیلم گاندی. بازیگری که مشق شبش رو انجام میده، اصلا هر آدمی که مشق شبش رو انجام میده میدونه داره چی میگه، تحقیقاتش رو انجام داده، وقتی آدم باهاش کار میکنه خب خیلی راحت تره. من اول که با بن کینگزلی آشنا شدم توی موقعی بود که داشتیم میخوندیم سناریو رو و با خودم فکر کردم اوه من حالا چجوری میخوام با این کار کنم، این هنرپیشه همچنین هنرپیشه گردن گرفتیم. بعد اومدیم سر صحنه شروع کردیم با هم دیگه حرف زدن، دیدم نه آدم خیلی راحتی، آدم افتاده ایه. یکی دو تا جوک هم گفت. بعد اومدیم بیرون به طرف محل فیلمبرداری که راه افتادیم، داشت همجوری کنار من راه میرفت.
باورتون نمیشه، پاشو گذاشت روی صحنه، سینا اومد بالا، سر رفت بالا. اون سرهنگی که من یا سرهنگ هایی که من در ایران میشناختم کنارم جون گرفت و دیگه بن کینگزلی نبود، سرهنگ بود. من همونجا گفتم برو نگران خودت باش، نمیخواد فکر کنی بن کینگزلی چجوری میتونه سرهنگ. البته نقش یک سرهنگ ایرانی که شوهر شما بود در فیلم بازی میکرد و خودش گفته جایی که خیلی ایرانی ها به من کمک کردن، از جمله خود شما بهش کمک کردین برای اینکه بتونه هم فارسی بسیار کلماتی رو بگه و هم نقشش رو به عنوان یک ایرانی خوب بازی کنه. ایشون خودشون هم البته دنبال مشق شبشون رفتن و از ایرانی ها کمک خواستن. بسیاری از جنرال های سابق ما در اورنج کاونتی زندگی میکنن. بن کینگزلی با اینها ملاقات داشت، از یکی از اینها لباسش رو قرض کرد، ساعت ها شب ها با اینها مینشست صحبت میکرد و البته اونها فکر میکنن که دارن اطلاعات به بن کینگزلی میدن، ولی در واقع سر بن کینگزلی داشت بیهیویرشون رو تماشا میکرد. چون فقط مسئله زبان نیست، مسئله فرهنگ گاه اوقات حتی مهمتر از مسئله زبانه. این مثلا یه چیزی بهتون بگم، یه بار فیلم بازی میکردم، فیلم آمریکایی، قرار بود یه نفر میاد و من بهش بگم بیا تو، گفتن اکشن، طرف اومد دم در، من اینجوری کردم رفت. گفتن کات، کارگردان اومد، گفتم چرا رفت؟ گفت مگه نمیخواد نمیخوای این بیاد تو؟ گفتم آره. گفت چرا میگی برو؟ گفتم ما اینجوری میگیم بیا. گفت ما معمولا اینجوری میگیم بیا. اینه که کارش انجام دادم. حالا شما در جایی گفتید که یا نوشتید یا هم گفتید هم نوشتید که زمانی که این رمان خانه برشنومه میخوندید به شوهرتون گفتید که اگه یه روزی قراره که فیلم ساخته بشه و این نقش اول رو، نقش نادی رو به من ندن، به نظر من خیلی غیرعادلانه است. گفتم اینجا دموکراسی نیست. دموکراسی نیست و غیرعادلانه است. حسنگم حالا معتقدین که دموکراسی هست و عادلانه است؟ دادنش بهم. من شرطم همین بود. یعنی معیار عادلانه بودن و منصف بودن یک جامعه برای اینکه به شما نتونه نه؟ معمولا بر اساس یک انسان خودخواهانه. ولی در زمینه کار در سینمای آمریکا باید بگم که تا کنون هیچ گونه احساس نکردم که فرقی هست یا به خاطر اینکه ایرانی هستم یا میدلیستی هستم به هم یک نقشی رو ندن. شما گفتید که خیلی خوشحالید از اینکه در قطر هستید و کارتون گرفته و بسیار هم موفق هستید دنیا. چیزی هست که فکر میکنین در دست دادین از اینکه در قطر زندگی میکنین و در ایران نیستید؟ پدرمو. چی؟ پدرمو. پدرتو. خیلی دلم میخواست که در همه عمر کنارش بودم. 10 سال ندیدمش. در 20 سال بعدش شاید 4 بار در 20 سال دیدمش و بعد هم در ایران درگذشت و من نمیتونستم بالای سرش بزنم. به غیر از مسئله خانوادگی از جامعه چی؟ فکر نمی کنید مثلا چهای تنگ تاریک یا سمن زرد؟ هر وقت چشمامو میبندم بوی این یاس زرد تو دماغم. یعنی بیشتر این نوستالژی شما شخصیه، یعنی فردیه تا هر چیز دیگه. ولی در این حال شما خودتون رو یک فعال مدنی و حقوق بشری ایران میدونید. امیدوارم ممکنه که فقط تو مسائل شخصی هستی شما رو به هر حال درگیر مسائل ایران بکنه، نه مسائل اجتماعیش. دلتون نمیخواد در ایران زندگی کنید؟ که از صبح تا شب دارم. من اگه در ایران زندگی بکنم که نمیتونم اینقدر فعالیت بکنم. خب به هر حال آرزوش که میتونه داشته باشه. آرزوشی که همیشه دارم، هر ایرانی آرزوش رو داره. و هنوزم وقتی میخوابم بعضی شب خواب میبینم که خونه مادر بزرگم هم پشت مسجد سپهسالار ساعت 11 ضربه زنگ میزنه، پدر بزرگم میگه وقت خواب رسیده. هنوزم این خاطرات رو دارم. هیچ وقت فکر کردی چون خانم آقداشو زمانی که دو فیلم گزارش و فیلم سوت دلان که سوت دلان به خصوص شما رو به شهرت رسوند، تو اوج این شروع کار شهرت بازیگری حرفه‌ای شما بود که شما از ایران زدیم بیرون، چرا اون موقع اومدیم بیرون؟ میدونستم که نمیشه اونجا زندگی کرد. من در یک راهپیمایی در بهارستان شرکت کردم که سرم شکست. همون روزهای اول وقتی که زنده یاد بختیار نطخ میکرد که نذاشتن اصلا، بعد از شعر آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، بهارستان به هم ریخت. از همونجا فهمیدم که نمیشه کار کرد با کسانی که حاضر نیستن مقررات رو رعایت بکنن، حاضر نیستن انسان دوستانه با هم بحث و جدل داشته باشن، نمیشه کار کرد. یا کشته میشم یا باعث کشته شدن کسی دیگه میشم. تصمیم گرفتم بیام بیرون در یک منطقه دموکراتیک عمل بکنم تا هم کارم بتونه مثمر ثمر قرار بگیره و همین که بتونم زنده باشم و ادامه بدم. این اون موقعی که اومدیم بیرون در واقع به عنوان یک هنرپیشه اومدیم بیرون، یعنی در واقع برای اینکه عمل کنم دیگه بازی کنم. نمیخواستم. من روزی که ساعت 4 صبح سوار اون ماشین شدم، من رانندگی کردم اومدم بیرون، 31 پیستول کشید.
سوار اون ماشین که شدم تنها چیزی که می‌خواستم بیام اینجا پلیتیکال ساینس حقوق سیاسی بخونم که اومدم و کارم هم بالاخره کردم، لیسانس هم گرفتم. من که می‌خواستم بفهمم داره توی ایران چی می‌گذره، چرا این بلا داره سر ما میاد. از پدر بزرگم مرد سیاسی بود، از دوستان امیرعلایی و تختی بود. من وقتی 7-8 سالم بود می‌شنیدم صحبت‌هاشون رو، یه چیزایی شنیده بودم، ولی می‌خواستم مطمئن بشم، می‌خواستم یاد بگیرم. خب شما اومدین لیسانس هم گرفتید و دلتون هم می‌خواست که خبرنگار بشید یا اینکه فعال سیاسی بشید، فعال حقوق بشر بشید. آقای کاردان نذاشت. آقا چرا؟ چرا برگشتید به بازیگری؟ من ایشون رو دعوت کرده بودم برای روزی که مدرکمو می‌گرفتم. و می‌دونید که از این پله می‌ریم بالا، تصمیم رو عوض می‌کنین، از اون میایم پایین. اومدم آقای کاردان به من گفتن که زهره می‌دونم، چون قبلش گفته بودم من به هیچ وجه با من کسی کاری نداشته باشه، من دیگه نمی‌خوام کار کنم، می‌خوام درس بخونم، می‌خوام. گفتن می‌دونم که نمی‌خوای دیگه بازی بکنی، ولی من یه نمایش دارم با یه لید نقش اول توش برای تو. اون بازیگری کوچولو در من از خواب بیدار شد و گفت که چرا نمی‌دین بخونمش؟ تا امروز من نمی‌دونم این صدا از کجا در من. ایشون نمایش دادن، من خوندم، نمایش هفت رنگ، یک نمایش سیاسی بود. و برای اولین بار من متوجه شدم که خدای من شاید از این طریق با به تصویر کشیدن ناهنجاری ها در ایران بتونم بیشتر مثمر ثمر واقع بشم تا خودم تبدیل به یک شخصیت سیاسی بشم. و این شکلی از کاری که کماکان ادامه میدید؟ بله. آها، یعنی در واقع الان شما در امریکا یک کارگاه تئاتر برگزار کردیم با شوهرتون آقای هوشنگ توزی. البته سابقه بسیار طولانی و درخشانی در تئاتر دارید هر دوتون. ولی شما فکر میکنید که در لس آنجلس یا در شهرهای بزرگ اروپایی با روی صحنه آوردن تئاتر عملا دارین به پروسه سیاسی و دموکراسی در ایران کمک میکنید؟ ما همچنان داریم کار خودمون رو میکنیم. یعنی واقعا باور دارید که تغییر در واقع قرار شما بدید؟ تغییر اتفاق میفته. من امثال من تغییری نمیدیم. ما همه المانهایی هستیم یا در واقع وسایل و ابزاری هستیم هممون دست جمعی برای تغییرهای جزئی. ما اگر امیدوار به تغییرهای بزرگ باشیم کاملا اشتباه کردیم، در لالا لند زندگی میکنیم. ولی شما ببینید فیلم سنگسار سال گذشته ساخته شد، پیرارسار ساخته شد، سال گذشته به نمایش درآمد. تا همین چند ماه پیش هرگز هیچ کس با وجود تمام سنگسارهایی که در ایران شده بود جرأت نکرده بود بیاد بیرون و بگه که من نمیخوام مادرم سنگسار بشه یا من نمیخوام سنگسار بشم. خانم سکینه آشتیانی، من همچنان معتقدم فرزندانش یا فیلم سنگسار رو دیده بودند یا با ماجرای فیلم سنگسار آشنایی داشتند و میدونستند که امیدی هست، برای همین اومدن بیرون. فیلم سنگسار ثریا میم در واقع شما نقش زهرا رو بازی کردید، در اون که کمک کرد که داستانش به دست خبرنگار بیفته در اون فیلم و گفته بشه در خارج. چقدر روی شخص شما اثر گذاشت اون فیلم؟ خیلی زیاد. برای اینکه من واقعیش رو دیده بودم. من نوار واقعی سنگسار رو سالها پیش خارج کردن از ایران و در آمریکا اینو تکثیر کرد. یک آقایی به همه یکی یه دونه داد. به منم گفت شبنم این روز ببین. من تا مدت ها خوابم نمود، تا مدت ها نمیتونستم غذا بخورم. وقتی هم بیچاره کارگردان اومد گفت بیا اینو بازی کن، گفتم 15 سال منتظر بودم، کجا بودی؟ جا خورد. گفت منتظر من؟ گفتم بله، من 15 سال پیش واقعی شدم. برای همین موقع فیلم تو پروسه ساختن این فیلم شما چه جور بود؟ خیلی سخت. کوه سنگی، ده سنگی، پر از سنگ. حالا درسته که یه مشت از سنگ ها همه سنگ های دروغی هستن، ولی بازم شکل سنگ هست. زنی... صحنه ها تا چند روزه واقعی بود؟ نظر بازسازیش خیلی واقعی بود، وحشتناک. این صحنه سنگ سار من لحظه اول که دیدم، روز اول شب وقتی برگشتم، وقتی هم روقع ما برمیگشتیم از سر کارشون توی صحرا فیلم برداری میکردیم، تمام گوش و دماغ پر شن بود. نیم زد فقط شن از سر صورت ما میومد. اومدم شب اول شنا رو شستم، رفتم خوابیدم، خوابیدم ای باز اومدم، شن تمام تو سرمه، میخوام برم شنا رو بشورم، در همون باز میکنم، توی وان یه بچه یه ساله مرده خفه شده. نترسیدم چون میدونستم خوابه، ولی اینقدر حالم بد شد به زحمت خودم از خواب بیدار کردم. 6 شب پشت سر هم در تمام روزایی که ما سنگسار رو فیلم برداریم که من این خواب رو دیدم. شما خانم آقداشلو آماری چیزی دارید از اینکه چقدر این فیلم دیده شده و چقدر موثر بوده؟ اون شکلی در شما اونقدر اثر کرده، آیا این تاثیر در تماشاگر هم بوده؟ آماری به اون صورت ندارم، ولی میتونم بهتون بگم که تاثیرش تا چه حد بوده. تاثیرش تا به این حد بوده که وقتی قضیه خانم آشتیانی تیوتر شد، من CNN از من خواهش کرده بود که برم برای یه مصاحبه.
در CNN سخنگوی لینزی لوهن داشت به من میگفت چی کار میتونین بکنین برای این خانمی که داره سنگسار میشه، و تمام بازیگرای به نام جهان مثل خانم جولیت بینوش در فرانسه گرفته، مثل آقای رابرت ردفورد در آمریکا گرفته، بسیاری از بازیگران هالیوود به خاطر آشنایی با این فیلم، چون قبلا این فیلم رو دیده بودن، متوجه شدن که این شوخی نیست، این جدیه و جدا زندگی یک زن در خطره. چجوری فکر می‌کنیم 1 میلیون سیگنچر رو ما جمع کردیم؟ بنابراین آمار به خصوصی ندارم، ولی از بازتابش و از کمک‌های جنبیش میتونم بفهمم که چطوری جهان باخبر شده. شما اگه بازی مثلا در فیلم سوت دلان رو در نقشی اقدس رو در نظر بگیرید، جایی که در فیلم سنگسار سریا میم نقش زهرا رو در نظر بگیرید، کدوم یکی از اینها فکر می‌کنین که مؤثرتر بود از نقطه نظر بازیگری خودتون؟ یعنی چطور فکر می‌کنین که این دو نقش رو روتون اثر گذاشته؟ رشدمو نشون میده. اولی خب خیلی جوون بودم وقتی سوت دلان رو بازی کردم و یک نگاه عمیقی علی حاتمی، زنده یاد علی حاتمی، وادارم کرد که به نقش داشته باشم، که نقش رو بشناسم، و بعد از اینکه نقش رو شناختم تازه احساس همدردی کردم با زنی که ناچار میشه نه کاری بلده، نه حرفه‌ای بلده، نه دستش بلده کاری بکنه و ناچار خودش رو به فروش بگذاره. برای اولین بار فهمیدم که چطوری میتونه این اتفاق بیفته و باهاش همدردی بکنم. 30 سال یا 37 سال بعد با سنگسار با زنی همدردی کردم که با وجود اینکه در دنیای مردان زندگی میکنه، مثل من تصمیم گرفته که از پای نیسته تا حق خواهرزادش رو بگیره. مشکلات زن ایران، زن ایرانی در واقع طی این 30 سال گذشته میگن خیلی بدتر از اون چیزی بود که در گذشته بود، چون زنها به اونطوری که فعالین حقوق زنان میگن همیشه به هر حال ستم مضاعفی برشون بوده، ولی این 30 سال گذشته میگن خیلی بدتر بوده، ولی در این حال مبارزات زنها هم خیلی بیشتر بوده. ما فعال جامعه مدنی، فعال حقوق بشری در بین زنان زیاد داریم در ایران و عده زیادی هم زندانی به همون دلیل. فکر میکنین علت این که زنان ایران خیلی مبارزتر از گذشته شدن چی بوده؟ خب معمولا وقتی فشار بیشتره میل بیشتری برای مبارزه وجود داره. من یادم با آشور مانیپال، یکی از کارگردانانی که در ایران کار میکردم، ازش سوال کردم، گفتم در خارج از کشور کار کردن راحت تری یا اینجا چون سانسور میشی؟ گفت منو تو قفس بکنن بیشتر خلاق میشم. بنابراین احساسم اینه مثل فنر تخت خواب میمونه، هرچه بیشتر بهش فشار بیارین این بیشتر میپره. شما در لندن بودید در گذشته؟ بله، من اینجا. ولی بعد ترجیح دادید که برین در کالیفرنیا زندگی کنید. چه چیزی در کالیفرنیا شما رو با نمایش آقای کاردان که رفتیم لس آنجلس، شیشه رو شکستن که بیان تو، در ورودی رو شکستن. من به آقای کاردان گفتم اینجا باید زندگی کن، جایی که مردم ما در رو میسکنن بیان تئاتر ببینن. واسه همین رفتم به آمریکا. ولی شما اولی که رفتین ظاهرا یک گل فروشی باز کردید که زیاد موفق نبودید. گل فروشی باز کردم همزمان با هوشنگ توزی نمایش کافه اکبر و نوستالژی رو شروع کردم. ترسم هم از این بود که مبادا کار نمایش نگیره، من ناچار بشم دستم رو جلوی اون دراز کنم. متنفرم از اون روز. برای همین یه پول کمی از بارکلیس بانک قرض گرفتم، با پول خودم رفتم اونجا گل فروشی باز کردم. نوشون به اون نشون که هر چی از تئاتر در می‌بردم می‌ریختم توی گل فروشی. شما در همونطور که گفتم که کارگاه تئاتر دارین و اونجا تئاتر اجرا می‌کنین با آقای توزی، ولی فکر نمی‌کنید که این تئاتر عمدتاً برای یک مثل جامعه محدود ایرانی هاست در اونجا؟ درست. و فکر نمی کنی که هنرتون داره یک هنر اقلیتی در واقع میشه در جامعه اونجا؟ درست میگین، بوده همینطور بوده. چه تدبیری دارین میانشین در موردش؟ ترجمه شده، دو تا از نمایش های هوشنگ توزی ترجمه شده، به نیویورک رفته، از طرف فستیوال تئاتر نیویورک به شدت استقبال شده از هر دو نمایش. ما در ماه نوامبر یکی از نمایش ها رو به صورت خواندن روی صحنه به زبان انگلیسی اجرا میکنیم و پس از اون تور آمریکامون رو با نمایش های فارسی زبانمون که به انگلیسی ترجمه شدن آغاز میکنیم. اولین نمایش ما بوی خوش عشق خواهد بود. چون من مشکل شما رو داشتم، تمام مدت میگفتم ما داریم این حرفا رو میزنیم، خب ما اینا رو باید به انگلیسی بگیم که بقیه هم متوجه بشن، ولی فضا آماده نبود، حالا هست. شما فکر میکنید اگر در ایران میموندید سرنوشتتون به کجا کشیده میشد؟ فکر میکنید که اگر میموندید واقعا با
بازیگری رو رها می‌کردید و به فعالیت‌های سیاسی می‌پرداختید، یا اینکه فکر می‌کنه اگر اونجا بودیم مثل خیلی‌های دیگه که در ایران موندند و موفق هستن شما هم موفق می‌بودید؟ در ایران به همین شکلی که الان هست، در ایران پس از انقلاب بل. نه، من به جایی نمی‌رسیدم. من مشکل دیگران رسیدم. ما الان هنرمندان بسیار خوبی در ایران هستن که موندن و در اون شرایط با اون محدودیت‌ها دارن کار می‌کنن و موفقن. می‌دونم. من متأسفانه نمیتونستم. من با کسی که منطق نداره نمیتونم حرف بزنم و کار بکنم. ترجیح میدم که برم گمشم، ذرهشم، هیچشم، در این رابطه قرار نگیرم. نمیتونم. برام خیلی سخته و واقعا هم سر تعظیم فرود میارم جلوی بازیگران درجه یک ایرانی که اگر خارج از کشور بودن باور کنین بسیاریشون تا حالا اسکار رو برده بودن. سر تعظیم جلوی اینها فرود میارم که چطوری با دست و دهان بسته حرفشون رو میزنن. شما زمانی که جایزه امی رو بردید برای بازی در فیلم خانه صدام، دستبند سبز زده بودید. بله. شما خودتون رو بخشی از جنبش سبز ایران میدونید؟ من خودم رو بخشی از بچه های ایران میدونم. هر رنگی رو که علم بکنن من زیر همون رنگ میستم. یعنی شما اصولا میگین که آدم دوست داشتین، آدم سیاسی باشین و فعال سیاسی باشید، ولی طی این سالها قبل از این که مسائل بعد از انتخابات به وجود بیاد و جنبش سبزی تشکیل بشه، شما چه کار میکردین برای دموکراسی در ایران؟ من تمام مدت از روزی که از ایران خارج شدم از راهپیمایی های اینجا با دکتر بختیار پیش از اینکه کشته بشه در فرانسه آغاز کردم. از اینجا به لس آنجلس که رسیدم در یک برنامه تلویزیونی به اسم جام جم به مدت 14 سال مجانی هر هفته درباره سیاست و جامعه ایران و اونچه که در ایران میگذره صحبت میکنم. من درباره سنگسار 15 سال پیش در جامعه جامعه لس آنجلس صحبت کردم و الان در تمام راهپیمایی ها شرکت میکردم. بزرگترین راهپیمایی که در لس آنجلس در کنار فدرال بیلدینگ اتفاق افتاد که 10,000 نفر در اون شرکت کردن با مصاحبه شوهرم و من از CNN آغاز شد، چون CNN دلش میخواست یک قصه رو گره بزنه به ماجرای فدرال بیلدینگ و نمیتونم بهتون بگم، ولی تقاص بدی پس دادم. عزیزی زندان رفت که برای مدت‌های زیاد خاموشم کرد. شما بین تئاتر و سینما، چون در هر دوش فعال هستید، کدومشو ترجیح میدید؟ کدومشون فکر میکنین که هنر شما رو بهتر و بیشتر منعکس میکنه؟ فرقی نمیکنه، همشون رو دوست دارم. تئاتر، سینما، تلویزیون. ببینین، هر چیزی که کار منو یا استعداد منو به بوته یا آزمایش بگذاره یا به قول اینها منو به چالش بکشه، من عاشق هستم. فرقی نمیکنه در تئاتر، حالا باید صدام باشه، باید میدونید بازی دور و بزرگم باشه، در سینما ظرافت باشه، زیر پوستی باشه. خانم آقداشلو، شما به هر حال به یک درجه ای از سطح بازیگری رسیدید که هالیوود شما را در واقع به رسمیت شناخته و این اتفاق برای هنرپیشه‌های معمولاً کشورهای خاورمیانه کم میفته و شما از معدود کسان هستید، اولین زن ایرانی، اولین هنرپیشه ایرانی هستید که جایزه امی بردید. جایزه امی جایزه بسیار معتبریه، آدمای بزرگی اینو بردن، از جمله مثلا آدم مثل کارل مالدن و نمیدونم هنرپیشه‌های گردن کلوف بردن. خب ایرانی ها طبعا به شما خیلی مینازند از اینکه به هر حال یک ایرانی به اینجا رسیده. اینا وقتی که مواجه میشید با این ایرانی ها و این ابراز احساسات، تا چه اندازه فکر میکنید که این احساسات نتیجه اینه که به هر حال یه نوع کمبود یک ایرانی ها شاید حس میکنن و الان که یک نفر به اینجا رسیده احساس افتخار میکنن، و تا چه اندازه شما به عنوان فرقی نمیکنه اهل کجا باشید، یک هنرپیشه موفقی هستید و جایزه گرفتین مثل هر کسی دیگه، این احساس خودتون چیه؟ کدومشه؟ ببینید خیلی جالبه، من قبل از انقلاب با فیلم کیارستمی رفتم، فیلم گزارش کیارستمی رفتم روسیه. عاشق رابطه بازیگرای روس شده بودم با تماشاگرای روس. وقتی بازیگراشون رو میبینن تو خیابون کلاهشون رو برمیدارن و بازیگرم تعظیم میکنه و فکر کردم چه ارتباط عمیق جالب زیبایی. تماشاگر به بازیگر احترام میذاره و بازیگر اظهار شوق میکنه. همین رابطه است بین تماشاگر و من، همین رابطه است بین تماشاگر و حسین.
من 7 سال بود که تماشاگرامو ندیده بودم. شما باورتون نمیشه در تمام طول 2 ساعتی که در یک ایرانی در بهشت روی صحنه هستم و همینجا خاموشه، لحظه انتظار اون لحظه رو میکشم که چراغا روشن میشن و من میتونم چشم و صورت تماشاگرامو ببینم. ما با هم بزرگ شدیم، من بچه یا در واقع خواهر یا مادر یا دختر این تماشاگران هستم. خانم آقداشلو، چرا شما فامیل آقداشلو رو نگه داشتین؟ شما فامیلتون یه چیزی وزیری تبار بود، بله. بعدش هم با یک کسی دیگه آقای توزیع ازدواج کردید، ولی کماکان آقداشلو رو نگه داشتین. چرا؟ پدرم اجازه نداد اسمشو استفاده کنم. پدر من اصلا دلش نمیخواست من بازیگر بشم، برای همین باید اول ازدواج میکردم بعد بازیگر میشدم. وقتی به آمریکا رسیدم و با توزیع ازدواج کردم، به هوشنگ هم گفتم من همه اینها رو مدیون آقای آقداشلو هستم. اگر ایشون اجازه نداده بودن من بازی بکنم، الان ایران بودم، 4 تا بچه داشتم از اون درست میکردم. اونم خیلی دوست داشتم، عاشقش بودم، ولی من عاشق بازیگریم. اگر اجازه میدی من اسم کارنامه‌مو نگه دارم. برای من خیلی مهم بود چون این اسم کارنامه است، رزومه است. حالا بیام هی توضیح بدم. این شهره توضیحه که قبلا شهره آقداشلو بوده، که قبلا شهره وزیر تبار بوده. برای همین هم و افتخارم میکردم به سابقه ای که در ایران داشتم. دلم میخواست نگرش دارم. خیلی متشکرم خانم شهره آقداشلو، شرکتتون در برنامه به عبارت دیگر. ممنون از دعوتتون.